به گزارش سیاوش اردلان، گزارش سیاوش اردلان رو میبینیم که در اون میگوید انتقال اطلاعات و دسترسی به آن اکنون به میدانی برای زورآزمایی میان دولت و معترضان بدل شده. جنگ بر سر دسترسی به اطلاعات است. از اولین برخوردهای روز اول بعد از انتخابات هر دو طرف دریافتند که اطلاعات از مهمترین سلاح‌ها در مقابل حریف است. اطلاعات یعنی رسانه، رادیو تلویزیون، روزنامه و اینترنت. معتقدان میگویند وقتی نتایج انتخابات زیر سوال رفت، جریان حاکم کوشید گردش اطلاعات را کاملا در دست خود بگیرد. اطلاعات شریان حیاتی معترضان به نتایج انتخابات است. نقطه قوت معترضان آشنایی با اینترنت و استفاده از امکانات آن برای مقابله با محدودیت‌های اعمال شده است. اما حکومت با فیلتر کردن وبسایت‌های بیشتر و دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران و بستن روزنامه‌های آنها، ارتباط موسوی و کروبی را با طرفدارانشان به حداقل رساند. اما زمان به نفع جریان حاکم است که با کنترل صدا و سیما قادر است آنچه را مخاطبانش می‌بینند و می‌شنوند نیز کنترل کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر خاتم موسوی. اما برعکس، موسوی و کروبی اکنون حتی قادر نیستند زمان و مکان یک تجمع را بدون سردرگم کردن طرفدارانشان اعلام کنند، چه برسد به سازماندهی اعتراض‌های مؤثرتر. هک کردن وبسایت‌های معترض یا شبیه سازی این وبسایت‌ها به حکومت دست بالا را داده است. موسوی با این نقطه ضعف آشناست و در بیانیه آخرش درباره حمله به دفتر روزنامه کلمه سبز و دستگیری هیئت تحریریه آن نوشته: رسانه‌هایی که از طریق آنان ارتباط این جانب با جامعه برقرار می‌شد و نیز مطبوعات و رسانه‌های غیر دولتی مورد محدودیت‌های جدی قرار گرفتند و تنها مجرای باز برای اطلاع رسانی به مردم جریان خبرسازی یکسویه رسانه ملی و رسانه‌های دولتی است. فعلا تنها ابزار باقی مانده اطلاعاتی برای معترضین موبایل است. موبایل هایی که از روزهای گذشته فیلم ها و تصویرهای خشونت بین ماموران امنیتی و معترضین را به دنیای خارج می فرستاد و افکار عمومی جهانیان را با آنچه حکومت نمی خواست دیده شود آشنا می کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. میر حسین موسوی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات ایران، امروز گفت از صحنه بیرون نمی رود. او در بیانیه جدید خود که امروز منتشر شد، در پاسخ به اتهامات مخالفانش که او را مسبب ناآرامی‌های اخیر خوانده‌اند، نوشته است مجرمان انتخاباتی در کنار مسببان اصلی اغتشاشات اخیر قرار گرفتند و خون مردم را بر زمین ریختند. آقای موسوی همچنان پافشاری می‌کند که در انتخابات ایران تقلب شده است. بریتانیا از بازداشت یک روزنامه‌نگار در ایران که تابعیت دوگانه بریتانیایی و یونانی دارد انتقاد کرد. مقام‌های ایران بازداشت جیسون فودن، خبرنگار روزنامه واشنگتن تایمز را که از تهران گزارش می‌داد، تایید کردند. دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، کتک زدن و کشتن معترضان را تقبیح کرد. ما قطعا پیگیر حال جیسون فودن خواهیم بود. این خیلی مهم است که بدانیم این رسانه‌های آزاد هستند که جامعه را جذاب می‌کنند. پیش از انتخابات ایران فضای بحث و مناظره بسیار پویا و پرحرارت بود. فکر کنم اکنون چشم خیلی‌ها باز شده که ایران جامعه تحصیل کرده و متمدن است. اما آنچه ما از زمان انتخابات به این طرف دیده‌ایم، کتک زدن و کشتن بوده است. چیزهایی که خلاف تمامی آنچه از قبل از انتخابات دیده بودیم. و این جای محکوم کردن دارد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به ادامه رفتار و عملکرد جورج بوش متهم کرد و گفت تا زمانی که ایالات متحده عذرخواهی نکند، راهی برای گفتگو با این کشور وجود ندارد. این جور بی‌ادبانه با یک ملت بزرگ اشتباه گرفتید. بالاخره حالا ما فکر میکنیم شما دارید تجربه میکنید، شما دارید هنوز سرد و گرم رو آرام آرام میچشید، اصلاح کنید خودتون رو. این توصیه دوستانه است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران بود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از دیدار هیئت رئیسه این کمیسیون با اکبر هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی خبر داد.
علاءالدین بروجردی به خبرگزاری فارس گفت شب گذشته هیئت رئیسه کمیسیون با محسن رضایی هم دیدار کردند و قرار است در ادامه با مهدی کروبی و هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه نیز دیداری صورت گیرد. پارلمان اسپانیا امروز از مقام‌های ایران خواست فعالان مخالف را آزاد کنند و به سرکوب شهروندان پایان دهند. پارلمان اسپانیا همچنین از دولت ایران خواسته است کشورهای دیگر را به دخالت در امور داخلیش متهم نکنند.